کافی نیست که اون جواب لازم داده بشه. یه سوال از دست شما نره زیاد بگیرم. انرژی نورسه چیه؟ سر آفق و انفوس، سر آفق و انفوس، شما دوستان عزیز در طی دوره هایی که داشتید برخورد کردید با سر آفق و انفوس یعنی یا نه؟ آفق و انفوس یعنی در واقع درون و بیرون، شما این گذر رو داشتید یا نداشتید؟ یعنی قرار بود که ما یه نگاه به بیرون بندازیم، مثلا همپازی کیهانی، یه نگاه به درون بندازیم، همبازی کاربوتار، لامپ، بعضی چیزایی دیگه اینو داشته باشیم و بعد در انتها، در انتها تازه متوجه یه چیزی بشیم. بعدش در انتها متوجه بشیم که درون و بیرون ما فقط یه جهان دو قطبی رو میشناسیم. درست شد؟ آیا تصویر اون حقیقت بزرگ فقط یه جهان دو قطبی است؟ نه. لذا به عوالمی برخورد میکنیم که این عوالم جهانهای انقطبی، ما حالا تو نامگذاری تو مشکل داریم میگیم جهانهای انقطبی و جهان دو قطبی ما، یکی جهان دو قطبی ما یکی از این جهانهاست. توجه فرمودید که در واقع این جهان رو در واقع شیطان سیز شو باندرولش رو قیچی کرده، خب یک گوشمندی بالا بوده و بعد عرض کنم خدمتتون که طی ماموریتی شیطان، ابلیس البته در اونجا میاد و تضاد رو چیکار میکنه؟ به وجود میاره. از اونجا به بعد گوشمندی که بوده و همه چی قرار داشته دیگه، فقط تضاد نبوده. خوب دقت بکنید که حالا به متون مقدس هم مراجعه می‌فرمایید، اینا رو دقت بفرمایید. حالا اون هوشمندی از علاوه یه پرده ایجاد میشه و هر چی که از این پرده رد بشه دوگانه میشه. هوشمندی خودش از این پرده رد شد، چی شد؟ دوگانه شد. شد هوشمندی مثبت، هوشمندی منفی. یعنی کار اون پرده چی بود؟ ایجاد تضاد. این چه پرده بود که ابلیس پیش از این پرده به سجده بام سماوات و الارض میپرد؟ هست از پس پرده گفته بوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. این پرده بره اون برش من و تو نبود، ولی این برش بیای هر چیزی از اینجا عبور کنه دوگانه میشه. خب و هیچ چیزی نیست که جنبه دوگانه نداشته باشه. مثلا شما فرض کنید که شهوت میتونه چند جنبه داشته باشه؟ دو جنبه میتونه داشته باشه. همون شهوتی که میشناسیم جنبه روحانی داره، جنبه شیطانی داره. یعنی هر چه این رو میگم خدمتون دیگه در واقع قانون میگه. حال درون پرده ای بسی فتنه میرود، تا اون زمان که پرده بر افتد چه ها. خب در واقع حالا بحث این چیزی رو که ابلیس در واقع سمبول ایجاد کرد، یک فیلتر، هر چی از این فیلتر رو عبور کنه دوگانه میشه. خب ما رو از یگانگی انتقال دادن چی؟ به دوگانگی. مادام در این حلقه این ور پرده یعنی تضاد، از این الست تا الست بعدی، دقت فرمودیم. و حالا در اینجا البته سوال قبلی بود که نیمه کاره باقی مون، من اینو برمیگردم به اینجا راجع به من ثابت. من ثابت چی بود؟ خب در واقع روح الله کارش چی بود؟ چی بود روح الله؟ ارسیه بود. شامل چی؟ گنج. خب این من ثابت ما یک من متحرک هم که چیه؟ داره در واقع کسب اطلاعات و آگاهی میکنه تا
در یه جایی که به این گاو صندوق میرسه بتونه چیکار کنه، درشو باز میکنه، بتونه از محتویات این گاو صندوق چیکار بکنه؟ استفاده بکنه. خب اگر یه بچه 4 ساله بره در گاو صندوق رو باز کنه، میتونه از محتویات گاو صندوق استفاده کنه؟ مثلا مهر هست، سند هست، پول هست؟ نمیتونه. پس در واقع این بخش در ما غیر قابل استفاده است تا کجا؟ تا اطلاع ثانوی در کجا؟ جنات. خب تا در جنات و بعد عدن و رضوان و بعد ماجرا. خب بحث در مورد جبر و اختیار، رابطه این دو با من ثابت. ببینید من ثابت ما یک بند ثابت نیست، فقط من متحرک ماست که داره با استفاده از این جبر و اختیار داره چیز یاد میگیره و داره اطلاعاتی کسب میکنه تا در اونجا که میرسه به این بخش متحرکش، من ثابت و من متحرک با هم ادغام میشن، حالا بتونه چجوری از اون استفاده کنه. در واقع اگر اطلاعات ما، آگاهی های ما کافی نباشه، از اون نمیتونیم استفاده کنیم. درسته؟ خب روح جمعی چه نقشی در اختیار ما دارد؟ روح جمعی چی بود؟ یه آینه کروی ما در مرکزش. حالا تمام بازتابای اندیشه‌ی ما مستقل از زبان، مهم نیست ما به چه زبانی اندیشه میکنیم، چون در لیات وجودی، در لیات وجودی شما برخورد کردید با بخشی که فراز زبان، آستانه درک فراز ذهنی، آستانه درک فراز ذهنی و بخش فراز زبانی ما. خب مستقل از زبان ما هر اندیشه به هر زبانی بکنیم، در این آینه کروی عظیم مجازی و فرضی چی میشه؟ انعکاس پیدا میکنه و ماها میگیریم. مستقل از زبان یعنی شما در اینجا به زبان فارسی اندیشه میکنید، نمیدونم اون بعد در آفریقا همون آفریقایی با اندیشه خودش، با بیان خودش دریافت میکنه در روی جمع. خب حالا فقط موضوع اینجاست که ما بخشی از اطلاعات به آگاهی های جمعی ما از این طریق، نه ما تنها، حیوانات هم در واقع همینطوره، در واقع از طریق روح جمعی انعکاس پیدا میکنه و حالا ما اونو که انعکاس پیدا میکنه دوباره ما ازش استفاده میکنیم در انتخاباتمون، در از کنم تصمیم گیری هامون، در مواردی که لازم داریم اون اطلاعاتی که اومده ما باز تحت تاثیر اون قرار میگیریم و میتونه جنبه مثبت و جنبه منفی رو به ما چیکار بکنه؟ القا بکنه و تو ما حالا در تصمیم گیری هامون یه عامل دیگه ای داره ما رو تحت شعاع قرار میده. خب برگردیم به همون بحث قبلیمون. خب بنابراین این مسئله جهانهای مجاور به این صورت بود، اما جهانهای موازی ما در این مرحله که زندگی میکنیم شامل ابعاد زمان و مکان و تضاد و حالا ابعاد دیگه ای که فعلا حالا ما زیاد بهش اشراف نداریم، شامل این ها. زندگی بعدی میشه چی؟ میشه زمان و تضاد، حالا ابعاد دیگه کار نداریم و بر مکان ما تسلط پیدا میکنیم. بعد از اینه که مرحله بعد بر زمان هم تسلط پیدا میکنیم، قابلیت این هست که ما در آن واحد، چون سوار ماشین زمان هستیم، یعنی شما تصور بکنید حالا سوار ماشین زمان میشید، ماشین زمان چه خاصیتی داشت؟ هر جا بخواد میتونید آماده بشید. بعد از بحث تعریف هشت رو میدونید، نش رو میدونید، مجادله در یوم المجادله بر اساس قابلیت و تعریف هایی که هست و شما کم و بیش میدونید، امکان این هست که ما سوار ماشین زمان برگردیم عقب یه مسیر دیگه رو بیاد. خب حالا در آن واحد در صفر ثانیه چند تا کانال رو شما میتونیم تجربه کنیم؟
چون زمان نداره دیگه. الان برگشتی چقدر زمان برده؟ صفر. یکی دیگه‌ش هم صفر، یکی دیگه‌ش هم صفر، صفر بی‌نهایت. بی‌نهایت قدر لازمانی در جایی که ما بر زمان تسلط داشته باشیم، امکان این هست که بی‌نهایت تجربه ما برای خودمون بیاد برنیم. این برگردی مقرد بگیم نه، اینجوری میخوام بیام، اینجوری میخوام بیام، اینجوری میخوام. خب، و اینها رو جانهای موازی هستن. حالا البته میگم من با این بیانهای ساده، مثلا بعضی با این مثالهای ساده خدمتون میگم، ولی خب شما میدونید که موضوع یک مقداری مفصلتر. حالا ناظری که در لازمان واسطه و این کانال ها رو داره ایجاد میکنه، خب از نظر اون همه اینا با هم موازی هست یا نه؟ همش هم صفر ثانیه میبره. حالا اون اگه اینجا به ما نگاه میکنه، ما یکی از کانالاشیم، بغل اون هم یکی دیگه هست، یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه. خب اما ما الان برای ما که اینجا به زمان وابسته هستیم، ادراک مسئله مقداری مشکلی که در مجاورت ما به اصطلاح کانال دیگری باز باشه. خب و یا اینه که ما خودمون بی نهایت کانال رو تجربه میکنیم، این یه مقداری ممکنه تصورش یه خورده دور از ذهن باشه، ولی یه مقداری روش کار کنیم برامون جا میفته. اما خیلی از دوستان در شهود، در دریافتای شهودیشون متوجه یه همچی مسئله میشن. این مسئله بحث استدلالی و نظریش یه مسئله است، بحث شهودیش یه قضیه دیگر. چند تا از دوستان کانال موازی رو به طریق شهود، به طریق دریافتای ارتباط و اینا متوجه شدن، دست رو بلند کنن. تعریف کنی که چیه؟ شاید ما بیدونم چی؟ تعریف کنی که در خواب چیزی؟ تعریف اگه بخواهم بکنیم، هر کدوم یک ماجرایی تعریفی شاید بزاروشم، مثلا من دیده باشم نمیدونم که ببینید جهان مورد بزاره باشه. حالا ببینید به یه شکلی، به یک صورتی توی دریافتا، ادراکا ما متوجه میشیم که کانال های دیگری، زندگی های دیگری در آشی ما و برای ما وجود داره، در حاشیه ما و برای ما وجود داره. خب اینو نمیشه در واقع هر کسی ادراکش برای خودش، اینا زیاد چیزی نداره که بخوایم روش به اصطلاح مکسی داشته باشه. خب اینم از این، فکر کنم که بخش جهانهای دیگه مادی نیستن. ببینید آنچه که اینجا تجربه میکنیم، اینجا تجربه میکنیم، یک نفر که در لازمانی اینجا واسطه باشه، در لازمانی باشه، میتونه اینجا میتونه برای خودش استارت بزنه. خب یعنی این قضیه یا ما قبل این یا ما بعد این، توجه میکنید؟ و در واقع به شکل جسمانی برای اون جسمانی میتونه اینجا حاضر باشه. خب میتونه حاضر باشه و برای خودش ایجاد یک کانال بکنه به صورت، یعنی برای اونی که در لازمانه، اگه میخواد برگرده عقب 1,000,000 سال، میخواد برگرده عقب، یعنی وقتی برمیگرده برای اون جسمانی است نسبت به اون مرحله. توجه فرمودین؟ یکی بازگشت جسمانی مفهومش اینه، اینا رو تو اونجا در واقع به واسطه بعد مکان و زمان نیست، این قابلیت ها میتونه ایجاد بشه. والا عوالم خوب میگم بحثش، چون رو هوا نمیشه، رو هوا بیشتر چیز میشیم. به اصطلاح که اجازه بدی در یه فرصت مناسبی، البته کتاب بعدی هم راجع به عوالم توضیحاتی دادیم. حالا این بعد چیده یه مقداری میگم مفصله و بحث خاصی میخواد، اشاره بذارید یه فرصت مناسبی که مطلب به طور کامل بشه جاش بود. از این
بله اون که تو شما تو دریافتاتون به اصطلاح بوده دیگه که تن واحده بحث آدم، بحث آدم که ما در اینجا بشر به عنوان سلول های تن آدم در واقع و آدم به اضافه کوله پشتیش زوجش. خب حالا بدون اون زوج نمیتونسته این آزمایش بشه، هرچه لازم بوده همراه و در واقع با این زوجش این تجربه به اصطلاح رخ داده و تن واحده، تن واحده که در حالا هشت مفهومش زمان رو که بردارن، خب در هشت که زمان رو بردارن همه اعضا بر هم مرتبه و اون تن واحده تشکیل میشه، مفهومش در اونجا ببینید با مشکلمون همون محل تجمعمونه با مشکل دیگه ای بله. ببینید بحث اینجاست که خب تجمع حالا مسائل خاص خودشو داره، دوباره بحث پارکینگ، دوباره بحث شما دیدین در مثلا دانشگاه با وجود همه چیزایی که بود و همه توصیه‌ها بازم بعضن مشکلاتی دوباره ماشینا میخوام به تو پارتی، دوباره هم شکایت همسایه‌ها، دوباره سمپاشی‌های دی. مشکل ما در واقع اینه که میخوام جمع بشیم، تعدادمون هم که خب کم نیست دیگه، الان کلاس باید روی 1000 نفر تشکیل بشه و این جمع شدنامون در واقع یک مقداری مشکل سازه. ببینید در سال 88 ان شاء الله چیکار می‌کنه. استاد باشید، یه سالونی هست تالار تفاهم توی فلسطینه، اون مثلا آقای آزموده و غیره و غیره هی مراسم می‌ذاره. من پرسیدم گفتن باید مطلب چیزی وزارت ارشاد و بله ببینید خیلی مسائل هست که یکی دو تا سه تا خب اونجا می‌گن میشن دیگه آقای قرائتی اونجا حالا به امید خدا به امید خدا رشته سایمنتولوژیمون رو که ذهن روانشناسی ایرانی رو در واقع دانشگاه موافقت داده بود قرار برگزار بشه که حالا به علالی نشد، حالا اون برای سال ببینیم چطوریه، بهترین از اینه که از فضای دانشگاه بتونیم و میتونیم استفاده بکنیم که حالا انشاءالله دنبال میکنیم ببینیم که چی میشه. فارغ از دیده شدم چون تو به دیدار آید، من ز روز ازلم عشق تو در جانم بود که بودم میدوم از خیش بدین شیدار جان من بر سر بازار جهان در کف توست، آن متاعی که فروشی و خریدار آید. ای دل بی هنرم چند بکوشی تو به رخش، هنر آن است که از آن سو تو می فرما. توبه خود بشکستم چو بخوردم زان بر، ستدم در غم هجرانی شب تنها. حالیا ملک جهان هیچ نیرزد، خوش دار که به غم خانه حسنش نکنی پروا. گرده هم جان که رسم بر سرکی تو رواز، کس نبوده از چنین فاید از سودا. من چی گویم به تو یار که وصفت چون است، من چی گویم به تو یار که وصفت چون است، غایبی از نظر و هم به نظر پیدا. جایان بلبل عاشق به چمن خالی باد، اینجا مقصودم جناب استاد. جایان بلبل عاشق به چمن خالی باد، باغ عالم چو به نسرین و سمن آرام. خیلی ممنون.
یعنی من نگفتم، من به صدا نویسنده بودم براتون یه دور خوندم. حالا حتما خواستن اجازه میفرمایید تو چیزی که فقط برای خود حضرت علی بود شما محبت بهت بکنم اجازه میفرمایید خواهش میکنم. آن ستاره صبح که در کشاکش نور فروغ فرخ خورس تو مهد شمس سمایی در این میانه بگیده چه هزاران جوانه بگیده است حرامیان بگریزن از سپیده صبح تلامدار سحر از کرانه تازیده است بیا و ره بگشا ای شراب لذت صبح که دل درون قفس همچون آگ پوسیده است گرم تو ره ننمایی مرا نجاتی نیست مثال مور که در تاس ویز لغزیده است به تالیان ره کبریاییت بنگر که جز تو راه دگر را به سر نپوییده است خزان عمر من ای گل بهار عمر تو باد خزان عمر من ای گل بهار عمر تو باد سرم ز بخت چنینم به چرخ واریده است اگر ز بود خوشت طاهری جهان پر شد دمت ز عارض نسرین نقاب برچیده است واقعا من که زمانم همیشه این کوتاه. خیلی ممنونم واقعا متشکرم دست همه گرد نکنه خیلی 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 متشکرم از تشفرمای همین اگر به بنده اجازه بدن من یه جلسه رو باید برم اگر اجازه بدن از حضور همه دوستان من خدا رو شکر کنم آروم آروم